Do that? Yes, we mean it. Could you personally lift up a gun yes. and put it to the head of one of these people and kill him? Yes, when I have. من خوشحال شدم از پذیرش ایشان نه به دلیل اینکه ایشان توانمند و بعد از همین ماجراها برنامه شیمیاییش رو واقعا تسلیحات شیمیاییش رو جمع کرد. جمهوری اسلامی در ارتباط با کنوانسیون سلاح شیمیایی به نظر من یک بازی دوگانه رو به شکل بسیار ماهرانه پیش برد. اول اینکه زمانی که اصطلاح این کنوانسیون میخواست حالت اجرایی پیدا بکنه حدود 6-7 ماه پس از روی کار آمدن آقای خاتمی یا پس از دوم خرداد 76 بود، یعنی زمانی بود که جمهوری اسلامی میخواست به جامعه بین‌المللی نشون بده که وارد فرود آرام شده و دیگه دست به ترورهای خارج از کشور نمیزنه و اون داد جریاناتی مثل میکنوس دیگه پیش نخواهد اومد. پس بنابراین میخواست به جامعه بین‌المللی یک وجهه بسیار بسیار مقبولی نشون بده و همین تلاش خیلی وسیع از سوی وزارت خارجه، مخصوصا اون موقع آقای ظریف که تو معاون امور بین الملل بودن، بسیار تلاش کردن که بتونن آقای خاتمی و همینطور آیت الله خامنه ای رو قانع بکنن که جمهوری اسلامی این کنوانسیون رو تصویب بکنه. منتها بحث این هست که از یک طرف میخواستن این کنوانسیون رو به موقع به تصویب برسونن که بتونن اعتماد جامعه بین‌المللی رو به دست بیارن، از طرف دیگه پرسشنامه‌هایی بود که با این پرسشنامه‌ها رو پر میکردن و اعلام میکردن که آیا ذخایر سلاح شیمیایی دارید یا ندارید، اگر دارید چه مقدار، چه میزان و در کجا قرار گرفته. یک بحث بسیار گسترده در اون زمان بین اصطلاح وزارت خارجه و بیت رهبری و همطور ریاست جمهوری مطرح بود و اون این بود که چه به اصطلاح مقدار از ذخایر سلاح شیمیایی رو اعلام بکنیم، چه مقدارش رو به اصطلاح پنهان بکنیم و چطوری به اصطلاح ما بتونیم این بازی دوگانه رو پیش ببریم که از یک طرف بتونیم مشروعیت بین‌المللیمون رو افزایش بدیم، مخصوصا با توجه به اینکه تا حدود 8-9 ماه قبل از به اصطلاح پیوسته به این کنوانسیون سفرهای اروپایی از ایران خارج شده بودن به خاطر هم دادگاه میکنوس و کشتن رهبران کرد به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. پس بنابراین از یک طرف نیاز به این داشتن که مشروعیت بین‌المللیشون رو ترمیم بکنن، پس بنابراین پیوستن به این کنوانسیون به نوعی برای اونا مشروعیت بین‌المللی به دست می آورد. از طرف دیگه هم نمیخواستن توانایی به اصطلاح حداقل ذخیره سلاح شیمیایی رو از دست بدن، بنابراین یک بازی دوگانه کردن. از یک طرف به این کنوانسیون پیوستن، ولی از طرف دیگه به ضرس قاطع میتونم بگم که ذخایر سلاح شیمیایی رو به طور تمام و کمال در اون پرسشنامه های مربوط اعلام نکردن. مثلا شاید مثلا یکی دو تا سایت خاصی رو تعیین کردن، گفتن که این موارد ما به اصطلاح به سازمان کنوانسیون سلاح شیمیایی اطلاع میدیم، ولی خب بحث این بود که بقیه‌اش رو مثلا کجاها ما بایستی پنهان بکنیم. پس بنابراین به طور خلاصه خدمتتون عرض بکنم که جمهوری اسلامی در حال حاضر حتی علارغم پیوستن به این کنوانسیون به طور مخفیانه ذخایر سلاح شیمیایی رو حفظ کرده، ولی خب حالا چه روزی ممکنه به کار بره، ولی به عنوان پتانسیل به نظر من اون مقداری که بایستی به عنوان یک قدرت دارنده سلاح شیمیایی مطرح باشه حفظ کرده.